چون این قسمت سراغ یکی از بهترین و محبوب ترین فیلم های رزمی اسکات اتکینز میریم و مبارزه نفسگیر یوری بویکا یا اسکات اتکینز رو با مارتین فورد میبینیم. سلام، به چنل ریویویت خوش اومدید. محمد هستم و هر شب تو این کانال بهترین و جدیدترین فیلم های اکشن رزمی رو معرفی و پیشنهاد میکنم. پس اگه اهل فیلم، مخصوصا فیلم های اکشن هستی، حتما دکمه سابسکرایب کانال رو بزن و زنگوله کنارش رو فعال کن تا هر موقع ویدیوی جدید توی کانال منتشر بشه مطلع بشید. شکستان وزیر 4، سال انتشار 2017، ژانر رزمی. ده سالی از ماجراهای قبلی میگذره. یوری بویکا هنوز هم توی مسابقات زیرزمین شرکت میکنه و رقیباشو پشت سر هم شکست میده. طرف دیگه زندان امنیتی روسیه رو میبینیم که سالها بویکا به عنوان مبارز اونجا زندانی بود و برای آزادی تلاش میکرد، تا اینکه تو قسمت سوم شکست ناپذیر، یعنی قسمت قبلی، تونست از اونجا فرار کنه و کلی پولم گیرش اومد. حالا به نظر مسابقات زندان ادامه داره و این دفعه قراره از یه زندانی مهار نشدنی رو نمایی بشه. داستان برمیگرده به سمت یوری بویکا. اون غروری که تو گذشته داشت رو کنار گذاشت و حالا سعی داره یه زندگی آروم رو بگذرونه. مسابقه آخرش رو با پیروزی پشت سر گذاشت و حالا با کمک به یک کلیسا دنبال رستگاری میگرده. ماجرا جلو میره. بویکا رو در حال تمرین تو مرکز ورزشی کیف میبینیم. مدیر برنامه‌اش سراغش میاد و بهش مژده یه مبارزه قانونی و سالم رو میده. اون تا حالا مبارزه زیرزمینی میکرد و این قرار اولین مسابقه قانونی بویکا باشه که میتونه تو این مبارزه خودش رو نشون بده. مسابقه اول تو بوداپست انجام میشه. بویکا باید هر جوری شده حریف اولش رو شکست بده تا بتونه وارد تورنمنت اروپایی بشه. روز مسابقه از راه میرسه. مدیر برنامه های بویکا قبل از مبارزه بهش هشدارهایی راجع به حریفش میده. حریف اول به نظر خیلی سرسخت میاد و دقیقا مثل خود بویکا به پیروزی توی این مسابقه نیاز داره تا بتونه به مسابقات اروپایی بره. مبارزه نفسگیر اونو برای پیروزی شروع میشه و قرار نیست یوری بویکا به آسونی حریفهای قبلی شکستش بده. حریفش سرسخت و تسلیم نمیشه. واسه همین بویکا از تمام قدرتش استفاده میکنه تا پیروز مبارزه بشه. همین کارش هم باعث مرگ حریف توی رینگ مبارزه میشه. حالا ویکتور، حریف روسی یوری بویکا، مرده و اون بعد از شنیدن خبر مرگ ویکتور تصمیم میگیره با پاسپورت تقلبی دوباره به روسیه برگرده تا از همسر حریف مردهش طلب بخشش کنه. فقط 2 هفته تا شروع شدن مسابقات بوداپست باقی مونده و بویکا باید توی این مدت به جایی سفر کنه که تحت تعقیب پلیسه. اون طرف توی روسیه مراسم تشییع جنازه ویکتور رو میبینیم. طلبکار اصلی اون تو مراسم حضور داره و بعد از مراسم سراغ همسر ویکتور میره تا ازش درخواست ازدواج کنه. اونا کلی پول بهش بده کارن، پس همسر ویکتور واسه خلاص شدن از دستش باید یه مدت طولانی براش کار کنه. بویکا وارد خاک روسیه شده. اون سراغ همسر ویکتور میره و تو اولین ملاقات متوجه آدمهای مشکوکی میشه. این آدمها یعنی طلبکارهای ویکتور جلوی صحبت بویکا رو میگیرن و باعث درگیری میشن. تو این درگیری یوری بویکا با زوراب و کلوپ شبانش آشنا میشه و تصمیم میگیره با تمام قدرتش به همسر ویکتور کمک کنه تا از دست طلبکارا خلاص بشه. حالا واسه این کار باید دوباره وارد مبارزات زیرزمینی بشه و از پس مبارز بیرحم و مهار نشدنی روسیه بر بیاد. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه به این سبک فیلم ها علاقه دارید، پیشنهاد میکنم یه سر به لینک ویدیوی مشابهی که تو قسمت توضیحات همین ویدیو قرار گرفته بزنید.